معاون امور زنان رئیس جمهور ایران گفته است که روی آوردن برخی زنان به امر زباله‌گردی نه از روی فقر بلکه به دلیل سود سرشار آن است. احتمالا این ادعا تا روزهای آینده واکنش را از سوی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اجتماعی و امور زنان در پی خواهد داشت. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. انسی خزعلی معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده ادعا کرد که بسیاری از زنان زبالگرد در حالی که فرصت کار شرافتمندانه و با عزت برای آنان فراهم است به دلیل سوداوری زبالگردی این شغل را رها نمی کنند. معاون رئیس دولت سیزدهم ایران با از آن بر اینکه بسیاری از زنان زبالگرد سرپرستی خانواده را بر دارند مدعی شد که مشاوران دولت در زنجان زنان زبالگرد را جمع و برای آنان اشتغال ایجاد کردند اما عدهای از این زنان دوباره به زبالگردی روی آوردند خز علی در ادامه ادعاهایش افزود که فراهم کردن کار شرافتمندانه و با عزت برای زنان زبالگرد سیاست دولت ابراهیم رئیسی است. او بدون اشاره به مشقت هایی که زبالگرد ها به خصوص زنان و کودکان زبالگرد متحمل می شوند پیامد این شغل را به تصویری که در شهر ایجاد می شود تقلیل داد و افزود اگر زمینی برای زبال گردی نباشد قطعا شاهد صحنه های نامناسب در سطح شهر نخواهیم بود. پیشتر علی رزا زاکانی شهردار تهران نیز گفته بود که حضور کودکان کار در سطح شهر لکه ننگ بر پیشانی شهر است. گفتنی است که زباله‌گردی شغلی کازه و مشقت است که طی سالهای اخیر به دلیل افزایش تنگناهای اقتصادی و فقدان مشاغل پایدار رواج بیشتری پیدا کرده است. نتایج بررسی های مطالعاتی نشان می دهد که سود سرشار حاصل از جمع زباله که به آن طلای کثیف نیز گفته می شود به جیب شهرداری و پیمانکارانش می ریزد و تنها درصد ناچیزی از این گردش مالی چند هزار میلیاردی به زباله گردها می رسد. یکی از مدیران شهرداری تهران در حوزه اجتماعی گفته است که در جریان بحران زبالگردی در تهران زبالگردی زنان سهم اندکی دارند. به گفته او در حاشیه مرزهای برخی مناطق تهران زنان همگاه کودکانشان برای امرار معاش ضایعات جمع می کنند تا از گرسنگی در امان بمانند. برخی از مطالعات پژوهشی برخلاف ادعای معاون امور زنان ابراهیم رئیسی همچنان نشان داده که تنها 17 درصد زنان به عنوان نیروی کار رسمی کار کردند و بیش از نیمی از آنها سرپرست خانوار خود بوده و یا در فعالیت های غیر شاغل بودند. در این پژوهش آسی پذیری اقتصادی این زنان و بسیاری از زنان دیگر در شرایط مشابه منجر به وابستگی آنها به شریک مرد و افزایش قرار گرفتن در معرض خطر خشونت خانگی شده و بیشتر آنها قربانی آزار جسمی، جنسی یا روانی شده بودند. بدون شک کار غیر رسمی در مدیریت پسماند وسیله را فراهم می کند که به موجب آن بسیاری از مردان و زنان فقیر می توانند فقط زنده بمانند. هورا عبدالمجید اخبارشیه.